سلام بر شما به ویژه برنامه 31 اگست و خروج آخرین سرباز آمریکایی خوش آمدین. امروز برابر است با 31 اگست، روز خروج آخرین سرباز نیروهای آمریکایی از افغانستان. 22 سال پیش آمریکا و همپیمانانش با شعار پیکار با هراس افغانی به افغانستان هجوم آوردند. سرانجام آمریکا و متحدانش با انجام توافق سیاسی در دوحه بساطشان را جمع کردند و افغانستان را ترک کردند. بیشتر بحث میکنیم روی همین موضوع با آقای دکتر رمضان بشردوست، نماینده پیشین مجلس اینجا در کنار ما هستند. جناب دکتر صاحب سلام بر شما، با برنامه خوش آمدید. علیک سلام، خوش باشین، تشکر از اینکه دعوت کردین، افتخار بخشیدیم. سلامت باشین. نیمه های شب آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان خارج شد. آمریکا در کل تمام بساطش جمع کرد، از کشور رفت. شما این روز را چگونه به یاد دارین و برای تاریخ چی میگین این روز را؟ به نام حق و به یاد هموطنان عزیزی که با هزاران مشکلات و بخصوص اقتصادی متاسفانه هنوزم دست و پنجه نرم میکند، بار سوم بود، یک امپراتوری سوم بود که در افغانستان با سر پایین رفت. عکسی یک فکر میکنم جنرال بود، تا جایی که من خواندم عسکریشان نه یک عسکری عادیم نبود، آخرین نفری که ترک کرد و شب ترک کرد، در تاریکی ترک کرد با چراغ‌های خاص به خاطر که زرد نشان میداد. فکر میکنم چرا شب انتخاب کردن؟ دقیق نمیدانم. مطمئن معمولا میگن دزداست که شب میرن، اما رسم و چیزشان آمدن یک اشغال بود. یعنی از دید شما آمریکا یک دزد بود دیگه؟ دقیقا 100%، در جای تردید نیست، بخاطر که هر کسی در یک کشوری که باشد او اشغالگر است. خودت در خانه خودت من میایم، ولی دوستت باشم، وقتی در خانه میام مهمان باشم، دوستی نزدیکت باشم، اما برات بگیم که امشب یه چیز پخته کن، یا مثلا در یه اتاق خودت بشی، در یه اتاق من میشینم، یعنی در خانه خودت من امر کنم کی کار کن، این کار نکن. بنابراین ولی او که آمریکا تعیین تکلیف نکرد، 100% در جای تردید نیست. داخلی افغانستان در 20 سال دخالت داشت. در جای تردید نیست که حتی سرنوشت انتخابات در دست آمریکا، شما به خاطر دارین که این در ارگک، ما سپیدار ارگک نام گذاشته بودیم، این در ارگک مراسمی تعلیف ریاست جمهوری را ادا میکرد و از رسانه ها مستقیم پخش میشود و غین در ارگ. بعد بعضی از دوستان از من پرسان کردن که بالاخره کی رئیس جمهور میشود. من گفتم دقیق نگاه کنیم که به 52 در کدامش میرود و دقیقا به 52 یعنی میلر در هر در هر کدام از این مراسم که میلر شرکت کنه. آقای خلیلزاد، دقیقاً خلیلزاد که یک در مقابل او آمریکایی اصل خود دست دوم بود، یک کاپی به اصطلاح بود، او وزنی که میلر داشت خلیلزاد خوب بخوای نخوای میگفت را پیش برد و نقش داشت، فکر می به پای توافق نامه امضا کرد با آقای مولا برادر. حتی شما دیدین که وزیر خارجه آمریکا حاضر نشد که در پای ورق که امضای ملا برادر است امضای خود بگذارد، به خاطری که یک توهین‌آمیز به خود تلقین میکرد، به خاطری که تاریخ از قضاوتش میترسید. ولی شما بیشتر گفتیم با سر پایین میرفتن، چرا باز این کار نکردن؟ چطور پایین میرفتن؟ گفتین که با سرهای پایین از کشور، به خاطری که نظامیشان هیچ نظامی آمریکا حاضر نبود که افغانستان ترک کند، در حالی که حداقل میگه 2000 کشته من دادیم. یعنی تصمیمی که سیاسون گرفت، فکر میکنم که از عسکر عادی تا جنرال تا وزیر دفاع آمریکا حاضر نبود، متای تصمیمی وزارت خارجیشون بود، به نظر من تصمیمی شورای امنیت ملیشون بود، به ریاست امنیت ملیشون بود و تصمیمی رئیس جمهوریشون بود. اما نظامیانشون به این صورت به خاطری که به عنوان یک سرشکسته از افغانستان بیرون میشدن. آمریکایی‌ها میگن که هزینه جنگ بلند بود، ما افغانستان رو ترک کردیم، بیرون شدیم. مثلا در صحبت‌های آقای خلیلزاد که در اخیر صحبت‌هاش بیرون شد، همون مقامات دیگرش که روش میگفتند که ما بالاخره با کشت، یعنی در واقع کشته خسته شده بودیم افغان ها را، و ولی در این طرف امارات اسلامی میگه که آمریکا را شکست دادیم و از کشور فرار کردن. کدام یکش؟ یعنی توافقنامه دوحه سرنوشت رقم داد یا میدان نبرد؟ در مجموع در 20 سال تمام کشته های آمریکا 2500 است. بله، در حالی که شاید در یک روز در نیویورک
بیش از 100-200 نفر در حوادث ترافیکی این از بین برود. و امریکایی که کشته میشود تعدادش هم سیاپوست و مسلمان بود. فکر میکنم به هزاران ای امریکایی که کشته شوه وقتی منافع ملی امریکا تقاضا کنه هیچ گونه تغییری در سیاستشان نمیاد و بخصوص که اساکیر امریکایی اجیر است، یعنی اونها در مقابل پول می جنگید به خاطر که معاش میداد. و من یک چیره خواندم، یک مقاله را خواندم که یک سیاپوست مسلمان گفت بچه محمد چپ به من گفت که مادر جان افغانستان میرم. گفتم چی افغانستان میشناسی، کجاست، چی میکنی؟ گفت نه ندیدم، اولین بار شنیدم، پیشنهاد کردن. گفتن ماشی بسیار خوب داده میشه، یعنی ماشی تقریبا چند برابر میشد. او نامزد بود، به من گفت میرم مادر جان یک چند ماه در افغانستان، بعد جنازشی به اصطلاح آمد و مادرش یک مصاحبه داد. پس این جنگ کی بود در این وسط؟ دقیقاً معلوم نشود. من به این عقیده هستم که اگر آمریکا یا می جنگید، ما نباید فراموش کنیم که آمریکا با B-52 که در افغانستان یک عسکر نداشت، تنها B-52 بود، به پرواز آورده بود و طالبان در آن زمان دولت داشتن، وزیر دفاع داشتن، وزیر داخله داشتن، ریاست عمومی امنیت داشت. در 1.5 ماه به اندازه اینا را تارمار کرد به اصطلاح عامه که رهبرشون از قندار فرار کرد و کل زنا فرار کردند در زمان که بعضشان دستگیر کردند. آمریکا به این صورت در افغانستان نجنگید و ترامپ خودش گفت که ما در افغانستان به عنوان نیروی پلیس رفتیم، نه به عنوان نیروی نظامی که در افغانستان بجنگید. شما چه فکر میکنید آقای بشارت، چرا آمریکا 2 دهه پیش به افغانستان حمله کرد و در این آمدن و رفتن چی را میخواستن، یعنی چی میخواستن به دست بیارن؟ آیا اون به اون اهدافی که تعیین کرده بودن رسیدن؟ وقتی که نه حمله کردن به افغانستان، رسانه‌هایشان، خودشان، مقاماتشان علنا گفتن که ما در افغانستان حمله میکنیم و شورای امنیت سازمان ملل هم اجازه گرفتن به عنوان دفاع مشروع بس. اگر اشتباه نکنم، به خاطر که گفتن که از افغانستان القاعده که رهبرش در افغانستان است، مهمان امارت اسلامی است، در آمریکا حمله کرده، 3000 آمریکایی را کشته، 2 برجشان از بین برده و ما از امارت خواستیم که به ما تحویل بدهد که محکمه شود. اما رهبر امارت در آن زمان گفته بود که نه، مهمان است و رسم و رسوم افغانایی نیست که مهمان تحویل بدهند. تا جایی که من خواندم بعد آمریکایی‌ها گفته بود که شما به عربستان پس تحویل بدین، چون طبیع عربستان است. بعد ما میفهمیم و عربستان میفهمه. و حتی تا جایی که من خواندم رئیس استخبارات عربستان و پاکستان هم آمده بودن و گفته بودن که ما تضمین میکنیم که این در عربستان محاکمه عادلانه شود. در آن زمان نمیدونم با چی تجزیه و تحلیلی که وجود داشت این کار صورت نگرفت و بنابراین اونا رسما حمله کردند که ما علیه تروریسم میجنگیم و در اون زمان این را به عنوان شعار اصلی، هدف اصلی خود تعیین کردند. در روزهای اول و سالهای اول از مسئله دموکراسی و حقوق بشر با سازی افغانستان مطرح نبود و تا جایی که ما دیدیم خود جو بایدن یک راپوری که در سرطان، یک راپوری محرمانه‌ای که وزارت خارجه آمریکا درست کرده بود منتشر کردن و انتقاد شدید از خروجش میکرد، از مدیریتش میکرد، بایدن گفت که ما به هدف خود رسیدیم، خودی القایده نیست، طالبا با ما همکاری میکند. در حالی که یک چند ماه پیشتر خودش اعلان کرد که ما رهبر القایده در کابل است، الزهایری، ما ایره از بین بردیم. یعنی در خود گفتارشان تناقض وجود داشت. آقای بشار دوست، همونطور که گفتین 2 دهه پیش شعار پیکار با هراس افکنی اینا آمدن، ولی دوباره قدرت همونطور که به دست امارت بود به همون نقطه دوباره رسید، دوباره به دست امارت رسید قدرت و هنوز هم همین شعار بلند است و هر روز اعلامیه ها را میبینین. اون زمان که داخل دولت در حکومت های پیشین 21 گروه حراس افغان میگفتن، حالا 20 گروه میگن. دقیقا یک نقطه دیگر من اضافه کنم که در آن وقت هم وقتی که مقامات آمریکایی شعارشی بود که ما مبارزه علیه تروریسم میکنیم و القاعده در افغانستان است، در حالی که در اولین عملات اینها بن لادن از توربورا اگر اشتباه نکنم رفت پاکستان و بن لادن هم اینها در پاکستان کش، در اسلام آباد نه در افغانستان. متأ در آن زمان هم یک تجزیه و تحلیل مطرح شد که آمریکایی‌ها در افغانستان میآیند به خاطری که از نظر استراتژیکی اگر افغانستان کنترل کنند میتونن ایران کنترل کنند، پاکستان کنترل کنند، چین کنترل کنند و همچنین روسیه را
کنترل کنن غیر مستقیم و دیگر معادن سرشاری که در افغانستان وجود داشت. اما ما دیدیم که در عمل کدام علاقه آمریکایی با معادن افغانستان نگرفت به استخراجش علنی و رسمی، مثل که در عربستان گرفتن یا در نقاط دیگر گرفتن، و از طریق استراتژیکی هم اهمیتی به افغانستان قائل نشدن به خاطری که رفتن. و راپوری که شما گفتین، فکر میکنم راپور آمریکایی مخالفت نشان دادن و تکذیب کردن راپوری که شورای امنیت و ایرک مطرح کردن، معاون شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کردن که 20 گروه هست در افغانستان، تقریبا نمو دول سرنای سابق دوباره برانداخت. پرسش همی است، اگر بریم تا اینکه صعود بکنیم به پرسش های بعدی، ولی پرسشی است که همین بحث و دغدغه تروریسم در نهایتش حالا با موجودیت حکومت سرپرست به کجا منتهی میشه در نهایتش؟ این موضوعات حل میشه فکر میکنین؟ امارات اسلامی همونطور که رد میکنه نهایتش به اون هدف دست پیدا میکنه، یا نه این موضوع پیچیده است بسیار که یا سادن پیچیده است، همونطور که منطقه هم از او یاد میکنه، هر کشوری میبینیم سر صدا بلند میکنه. من فکر میکنم که سیاستمداران آمریکا، صاحبان تسلیحاتی آمریکا، وزارت دفاع آمریکا، استخبارات آمریکا، کمپینه های بزرگ آمریکا مثل که وزارت دفاع ایران، سپاه پاسدارانش، استخباراتش و از روسیه و از چین و از هند و پاکستان، تمام اینها شب و روز دعا میکنن که خداوند چند سال دیگه هم داعش زنده نگاه داشته باشد و اینا تلاش میکنند که داعش زنده باشد. یعنی شما تصور کنید که داعشی در کار نباشد، شما تصور کنید که القاعده در کار نباشد. آمریکا از یخنی رئیس جمهور میگیرد که چرا میلیاردها دلار اختصاص میدی به وزارت دفاع، در حالی که فعلا شاید بعضی افغانهایی که بشنوند باورشان نشود، کسایی در آمریکا که پول تداعی خود ندارد، کسایی که در آمریکا در سرک میخوابند، کسایی که با میلیون ها گریزنده هستند، بیکار هستند. من باورم بعضی وقتها در میخواندم باورم نمیشد با بعضی کسایی که در آمریکا رفتن، من گفتم آیا اینا رو میبینین یا این توطئه است، تبلیغات است؟ با من ویدیویش روان کردن از چشم میبینن. تصور کن که کشمیر نباشد، مردم پاکستان، مردم هند با میلیون ها گریزنده است، از یخن اردویش میگیره، از یخن رئیس جمهور و صدر اعظمش میگیره که شما به میلیون ها دلار در آنجا مصرف میکنید در حالی که چیزی نیست. بنابراین فکر میکنم کشمیر یک تحفه الهی است برای اردوی پاکستان، اردوی این، همچنین داعش و القاعده که بعضی تجزیه و تحلیل وجود داره که اینا را ساختن. اگر اینا نباشن، قدرت اردوی آمریکا، فابریکای تسلیحاتی آمریکا و روسیه و چین و ایران و امثال هم، فکر میکنم اینا خونسا میشود. چون بنابراین بقیده من یک بهانه است، یک بابا. مثلا شما اطفال میبینین وقتی میترسانین میگین بابا و صدا میکنم. اینا دقیقا برای دنیا یک باباوی ساختن و زی بابا به نفعشان استفاده میکنن. پس این بازی های ادامه پیدا میکنن بابا. به عنوان مثال 88 میلیارد دلار میگوین ما برای اردوی افغانستان مصرف کردیم. فکر کن مصرف کرده باشن 88 میلیارد دلار کجا رفت؟ این خود جیب افغانان نیومد. مثلا به ما 100 دلار داد، گفت 100 دلار برای شما میدم، اینی تفنگچه ماست که باید شما بخرید. ما او 100 دلار تسلیمی صاحب فابریکا میکنیم. گزارش های وجود دارم که بیش از 2 تریلیون دلار میجن. 3 تریلیون حتی رئیس جمهورش میگوید که در افغانستان مصرف شد. و از طرف دیگر خلیلزاد یا مثلا کس دیگر میگوید که آمریکا توان ادامه جنگ نداشت. عین غین بیچاره پیشنهاد کرده بودند که ما پولیش میپردازیم، شما اینجا بمانین، ما پولیش میپردازیم. و از طرف دیگه اینا مصرف نداشت، به خاطر اینکه اردویش کشیده بودن، به خاطر اینکه در جنگ شرکت نمیکردن. اینا تمام کشتهشون 2300 نفر است و هیچ کدام به 52ش واقعا دیگر فعال در افغانستان فعال نبودن. ولی این حضور دو دهه آمریکا با همپیمانانش با مردم چی کرد؟ با این کشور چی کرد؟ اگر نتیجه گیری بکنیم، یعنی چیز نصیبی مردم شد در نهایتش؟ در اوایل تصوری وجود داشت که آمریکا میآید مثل که در جنگ جهانی، بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا رفتن، اروپای غرب، مثل که در ژاپن رفت، ژاپن کاملا در اشغالش بود، در کره جنوبی رفت، در بعضی کشورهای دیگر، و تقریبا کشورها را ساختن،
سر پای استاد کردن. حتی امروز در کشورها اینا پایگاه نظامی دارن، مثلا در آلمان پایگاه نظامی دارن، در ژاپن پایگاه نظامی دارن، و حتی عسکرشون اگه بالا یک دختر ژاپنی تجاوز کنه، ژاپنی ها حق نداره او رو به محکمه بکشن. یک تصور در زمان این بود که اینا میاد در افغانستان، هم واقعا از افغانستان یک کشور مقتدر با قدرت و آباد میسازن، مثل که درباره شوروی ها میگفتن که اونا میاد افغانستان میسازن تا مرکز نظامی سیاسی و اقتصادی خود در این منطقه بسازند، چون افغانستان قلبی تقریبا آسیاست و افغانستان اگر درست کنترل شود با اونا باشد بسیار قرار میتونن انجام بدن. اما در عمل ما دیدیم که نه، آمده بودن به خاطر که مسلحایشان رو بفروش و بعضی کشتار میکردن، بعضی کارهای دیگر میکردن در فساد، در مواد مخدر. 8 میلیارد دلار گفتن ما فقط در مبارزه با مواد مخدر مصرف کردیم و افغانستان مقام اول گرفت در مواد مخدر، در کشت و تولیدش. و دقیقا یک معمای بسیار بزرگ برای دانشمندان، برای نویسندگان، برای تجزیه و تحلیلگران است که یک معما است که هنوز فهمیده نشد که واقعا چی میخواستن، چرا آمدن و آیا به دست آوردن. یکی دلیل علنی و ظاهریش اون است که تروریسم، و تروریسم دیگر در افغانستان فعال نبود. فکر میکنم بعد از این آمریکا به دنبال چی است در افغانستان؟ چون توافقنامه دوحه را امضا کردن، ما تا جایی که از جزئیاتش هم مردم آگاه نیستند که چی است، ولی اون چیزی که همو چهار بخش بود، همیشه آقای خلیلزاد هم می آمد هر کدامش به نوبت توضیح می دادن که قرار است چه اتفاق بیفته، ولی در آخر دیدیم که چیزی دیگه بیرون شد. فکر میکنین این توافقنامه که در دوحه امضا شده، هر دو طرف هم در فاز اتهام زنی قرار داره؟ امارات اسلامی میگه آمریکا توافقنامه را نقض کرده، آمریکا میگه که امارات اسلامی نقض کرده. خب آخر این سرنوشت این توافقنامه چه خواهد شد در نهایتش فکر میکنین بین آمریکا و امارات اسلامی؟ از نظر حقوق بین المللی، بین عنوان یک معاصیل و بین عنوان یک دکترا، وقتی که امارات به حکومت میرسه، قدرت میگیره، او توافقنامه مرده است، توافقنامه وجود نداره. توافقنامه را اینا با یک تحریک طالبان امضا کردن، نه با حکومتی امارت اسلامی طالبان. بنابراین به نظر من استناد به توافقنامه معنا نداره، چون امروز اینا یک حکومت است، اینا یک دولت است. بنابراین باید از نو اگر توافقنامه امضا می شود با اینا امضا کنن. فکر می کنم هم روسیه، هم چین و هم آمریکا به این عقیده هستند که طالبان بهترین نیروی نظامی، بهترین نیروی عقیدتی است که ما میتونیم از این کار بگیریم و از طریق از این مثلا رقیب خود تحت فشار قرار بدهیم و یک نوع بلا بینوان مثال بالا اونا چی کنیم. و بخاطر است که هم غرب از نظر مالی اینا رو حمایت میکنه و هم شرق اینا رو حمایت میکنه. ما سی امپراتوری رو شکست دادیم، متاسفانه خوشبختانه هر شکستی نظامی سی امپراتوری یک افتخار بود، اما بدبختانه هر شکست اونها برای مردم ارمغان جنگ، خونریزی، نارامی، فقر و بدبختی رو بار آورد. امید است که طالبان این تاریخ تکرار نکنن و نشان بدهد که شکست نظامی یک شکست سیاسی هم برای خارجی است، یک شکست اقتصادی هم است، یک شکست فرهنگی هم است، و این ما چند سال بعد قضاوت خواهیم کرد که اینا چگونه این را مدیریت میکنه. بسیار خوب. آقای بشردوست، امارت اسلامی به دنبال به رسمیت شناخته شدن است، و نه غرب یک قدم پیش آمده نه شرق، و این بازی را چطور فکر میکنین؟ آیا شرق پیش خواهد آمد یا آمریکا و متحدینش پیش خواهد آمد که به رسمیت بشناسن، یا نه ای به همین وضعیت ادامه پیدا میکنه؟ بسیار مشکل است، علم غیب ما نداریم. پیش بینی در رابطه با افغانستان غیر ممکن است، چون چیز منطقی، عقلی، قانونی بر اساس منافع ملی پیش نمی رود. من به یقین هستم که فعلا اینا در عمل دی فکتو به رسمیت شناخته شده، 16 سفارت در اختیارشان است، اما ترکی میگوید تمام سفارت های افغانستان قونسلگریش با اینا کار میکند و هفته حداقل 40 میلیون دلار رسما به بانک مرکزی حواله می شود. سفارت ایران در اختیارشان است، از چین سفیرش اینجا است، از ژاپن سفیرش است، و همچنین از روسیه دو دیپلمات و سفارت افغانستان در اختیارشان است. فکر میکنم اینا به رسمیت شناخته شده، اما فعلا اینا نمیخوان که طالبان دست از زیر سنگ بیرون شود، نه ایران میخواد نه پاکستان، به خاطر که هر قدر اینا در نقطه ضعف قرار داشته باشد از اینا امتیاز میگیرد. اما طور که ما میبینیم هیئت ایرانی میآید در خاک ما، در دیراوت
آبسنجی میکند که امارت حکومتش راست میگه یا دروغ، یا مثلا من شنیدم تا چه حد نمیدونم راست است، مطبوعات پاکستانی رو منتشر کرد که در خوست هتلی که چند هفته پیش یک انفجار صورت گرفت میگوید که اونا گفتن ما ایره چی کردیم، عمله کردیم. بنابراین فکر میکنم از این موقعی خودشان هم میگن که فضای افغانستان اشغال است و ما صحبتایی که با عباس خانکزایی داشتم کاملا آمریکا تراهش میگرده و کشورهای همسایه هم گفتن. اگر من درست فهمیده باشم با شما، نه تنها آمریکا را گفت بلکه کشورهای همسایه را گفت. بله. بنابراین امیدوار هستم که طالبا بتونه که واقعا اشغال نه تنها زمینی شکست داده باشن بلکه هوایی. بعضی وقتا مثلا من به یقین هستم که یک بوشکه میتونه که قوی تر از یک پهباد باشه، وقتی که یک حکومت خارجی ترس داشته باشه که اگر ما در افغانستان یک کاری بد کنیم ممکنه که اینا هم یک کاری بد در چیز ما کنه. امید است که طالبان سر خود پایین نکنن، اگر کسی یک سیلی زد اینا بتونه دو سیلی بزنن، اینا میتونه. این سردمداران پهباد و سردمداران بشکه در نهایتش بعد از این چگونه پیش خواهند رفت؟ فکر میکنین در روابط آمریکا دیروز دشمن بودن، بعد از این آیا به طرف دوستی میرن؟ دشمنیشان هم دیروز به صورت واضح و روشن معلوم نبود، دوستیشان هم معلوم نیست، چون نه آمریکا، نه چین، نه روسیه، نه فرانسه، نه آلمان، نه پاکستان، نه هند با هیچ کشور اینا دشمن نیست و با هیچ کشور اینا دوست نیست. اینا تقریبا در دو بخش سرمایه گذاری میکنن که اگر این بخش از دست داد بخش دیگر رو بگیرن. فکر میکنم که اینها کشورهای خارجی با طالبا هم عین سیاست رو پیش گرفتن، از یک طرف به اصطلاح سوته است و از یک طرف عسل است و از یک طرف زهر است که هر دوی زینو پیش میبره. امیدوار هستم که در این شورای طالبا بتونه که از منافع افغانستان دفاع کنه، ولو چوکیشان هم به خطر بیفته. بعضی وقتا متاسفانه ما میبینیم که اینها برخلاف ملا محمد عمر با کشورهای دیگر مدارا میکند که قدرتشان از دست ندهند تقریبا. و همونطور که سه تا قدرت ها گفتین و اما قسمت بدبختیش ها گفتین که مردم از این ضرر دیدن، به فقر و به بدبختی رفتن و تا دوباره برخواستن باز وارد یک جنگ دیگه شدن. کاملا. این بار چی باید شود برای مردم؟ شما مردم وقتی یک سوال کلان است، انتظارشان، توقعشان از حکومتی که در رأسش هست، در بالایشان از حکومت میکنه چی میخواین؟ اگر مواردوار صحبت کنیم، اولین چیزی که باز دید من نماینده مردم هستم، نه به نام مردم صحبت میکنم. تصور من این است که اولین چیزی که مردم میخواید به نظر من این است که افرادی در قدرت باشد و رضایت‌خانه که از خود اینا باشد، از جنس اینا باشد، با اینا باشد و در قصه و غصه اینها باشد. چوکی ها بر اساس تخصص و اهلیت، تقوا و تعهد به افراد سپرده شود، یک نظامی ساخته شود که در عمل عدالت عمری باشد. من الان که می آمدم دم پیش تلویزیون شما یک زن دیدم، چادر و حجاب و همه چیز، یک کراچی چهار تایره در دستش بود، چند تا خلطه پیاز و کچالو بود، ایره می برد و بسیار خسته و نامید کننده به نظر می رسید. و در این زمان یک مرد پیری 70 ساله شده بوده باشد، چند تا آفتابه پلاستیکی در چیزش بود، ایره می فروخت. من طرف از اونا نگاه کردم، با خود پرسان کردم که شکست اشغال بر اینا چی معنا دارد؟ و ما فکر میکنم که مردم توقعش است امروز افغانستان از نظر اقتصادی هیچ چیز از ما نیست. ما هر افغانی که ببینی از سر تا پایش خارجی است، حتی لونگی و پتکایی که امروز به عنوان مد مطرح است و تا وقت شملی زور یک متر میگذارند به عنوان عزت و غیرت، من چند روز پیش خواندم که حتی ای هم امروز در پنجاب ساخته می شود، نه در افغانستان. یک زمان در افغانستان تولید می شود. امیدوار هستم که اینا به مردم کاری کنند که زمامداران بعد از شکست انگلستان، بعد از شکست شوروی نکردن. کاخ بود، قصر بود، پلوچلاو بود، بادیگارد بود و در فکر جیب و چوکی خود شدن و مردم فراموش کردن. اگر اینها هم در این دام بیفتد احتمال زیاد دارد که اینها هم به امان سرنوشت دوچار شوند. کمتر از یک دقیقه فرصت داریم آقای بشردوست. درسایی که از این چپ شدن و دوباره برخواستن و میشه یاد گرفت چی است؟ اولین درس به نظر من این است که ما برای مردم کار کنیم، نه برای خود.
رهبرای ما همیشه برای خود کار کردن، یعنی همیشه خوب میخورن، خوب میپوشن، خوب زندگی میکنن، چیزی که برای زن و اولاد و دختری خود میخوان برای مردم نمیخوان. امیدوار هستم که نها از این برایان حداقل به مجاهدین خود، به معلولین خود و مردم افغانستان در خدمتشان باشد. این خواست مردم از دید من است. بسیار زیاد تشکر از شما دکتر رمضان بشردوست که حضور پیدا کردیم و همین ترتیب میرسیم به پایان ویژه برنامه 31 اگست. خدا نگهدار.